خوش اومدید به کانال خودتون. امروز در مورد داروی کلسترامین اطلاعاتی رو با شما به اشتراک میذارم. کلسترول مهمترین پیشساز تشکیل دهنده اسیدهای صفراویه. در طی فرایند هضم اسیدهای صفراوی به داخل روده ترشح میشن و به هضم چربی ها کمک میکنن. در نتیجه بخش بیشتری از این اسیدهای صفراوی دوباره از روده جذب شده و توسط چرخه رودهی کبدی به کبد برمیگردن. اما وجود کلسترول بیش از حد در بدن موجب افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی و انسداد عروق میشه. کلسترامین اسیدهای صفراوی روده را به خودش جذب میکنه و یک کامپلکس نامحلولی رو تشکیل میده که توسط مدفوع از بدن دفع میشه. این کار باعث میشه بخشی از اسیدهای صفراوی و همچنین کلسترول از بدن دفع بشه. در واقع کلسترامین به کاهش اسیدهای چرب و کاهش سطح کلسترول خون کمک میکنه. کلسترامین جهت کاهش سطح کلسترول بیمارانی با کلسترول بالا، کاهش LDL بیمارانی با تریگلیسیرید بالا، درمان خارش و کیری که توسط انسداد نسبی مجاری صفراوی ایجاد شده و همچنین برای پیشگیری بیماری کرونر قلب که به درمان با رژیم غذا یا سایر روش ها پاسخ کافی رو نداده از این دارو استفاده میشه. کلسترامین به صورت ساشه های 9 میلی گرمی برای تهیه سوسپانسیون در داروخانه های کشور موجوده. دوز پیشنهادی سوسپانسیون خوراکی کلسترامین برای بزرگسالان یک ساشه یک یا دو بار در روزه. در صورتی که کلسترامین همراه با وعده‌های غذایی مصرف بشه بهترین تأثیر رو داره. سطح کلسترول طی 24 یا 48 ساعت شروع به کاهش میکنه، اما با قطع مصرف دارو معمولاً طی 1 یا 2 ماه دوباره به سطح اولیه برمیگرده. حداقل 4 تا 6 ساعت بعد از مصرف کلسترامین میتونید از داروی دیگه استفاده بکنید. با مصرف کلسترامین استفاده از مکمل‌ها و ویتامین‌های محلول در چربی مثل ویتامین A، E، بی بکا و اسید فولیک رو باید در رژیم غذای خودتون افزایش بدید. مصرف این دارو در کودکانی با سن کمتر از 10 سال باید با احتیاط باشه. کلسترامین میتونه باعث تغییر رنگ، فرسایش مینای دندان‌ها یا پوسیدگی دندان‌ها بشه. در طول مصرف کلسترامین مراقبت از دندان‌ها و شستشوی مداوم دندان‌ها بسیار مهمه. جهت پیشگیری از بروز یبوست در طول مصرف کلسترامین از مایعات بیشتر استفاده کنید. یبوست خفیف، اسهال، معده درد، حالت تهوع، از دست دادن اشتها و نفخ از عوارض جانبی شایع مصرف کلسترامینه. کلسترامین میتونه با داروهای اسپینولاکتون، بتامتازون، روغن کبد ماهی، والپرات سدیم، ویتامین آ، تتراسایکلین، فنوباربیتال و لووتروکسین تداخل دارویی ایجاد کنه. مصرف کلسترامین در بارداری جزء گروه C قرار میگیره و باید حتما با احتیاط و تحت نظارت پزشک از این دارو استفاده بشه. این دارو در زمان شیردهی باید با احتیاط مصرف بشه. کلسترامین ممکنه روی میزان تولید شیر یا ترکیبات اون تغییر ایجاد کنه یا باعث اختلال جذب ویتامین های محلول در چربی در نوزادان شیرخوار بشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اینجا براتون یک ویدیوی پیشنهادی گذاشتم و اگه سوالی در مورد این دارو یا داروهای دیگه داشتید اینجا کامنت بگویید، من حتما در اسرع وقت بهش جواب میدم.